دوستان گرانقدر به درس روز 42 برنامه کویک بوکس خوش آمدید، البته ورژن 2021. امروز ما و شما در برنامه کویک بوکس روی یک کماند جدید که به نام پرایس لول لیست یاد می شود صحبت می کنیم. ما در برنامه کویک بوکس یک پرایس لیول لیست داریم و یک بلینگ ریت لیول داریم. پرایس لیول لیست کس امرای کستومرز کار میکنه، در اینجا استفاده میشه، و بلینگ ریت لیول کس تا امرای وندرز کار میکنه یک جای. اگر شما متوجه باشین، وقتی که ما مشتری جور میکردیم، مثلا در اینجا مشتری ما جور کردیم، روی ازی که یک مشتری رو ما رایت کلیک کنم یا ایدیت بگویم یا دبل کلیک کنم، اگر در بخش پیمنت شما بیاین، در اینجا یک کماند است همراه ما شما پرایس لیول لیست، و ایده ما شما گفتیم که باز بعدا صحبت میکنیم. به همون شکل اگر ما شما بیایم در مینوی ببخشین در وندر سنتر بیایم، روی یک وندر دبل کلیک کنم، در بخش پیمنت سیتنگ ازی اگر بیایم، در اینجا یک کماند است به نام بلینگ ریت لیول. ایره ما شما گفتیم که بعدا صحبت میکنیم. چونالی درس های مینوی کستومرز و وندرز خلاص شده، این موضوعات چون مربوطی عظیمی شد و با اینا دوتا ارتباط میگیره، پرایس لیول لیست همراه مینوی کستومرز و بلینگ ریت لیول لیست همراه مینوی وندرز، با او خاطر آلی روی ازی صحبت میکنیم. خب امروز فقط و فقط روی پرایس لیول لیست صحبت میکنم، چونی مربوطی مینوی کستومرز میشه. در ریکارد بعدی باز ما شما روی بلینگ ریت لیول صحبت میکنیم. ببینین شما وقتی که ما روی کستومرز کلیک کنم، کستومر سنتر برای ما باز میشه. اینجا ما چندین دانه کستومر داریم. A to Z IT Services، آریا دلتا کنسلتنگ گروپ است، انتر کانتیننتل هتل کابل است، و یک سایت راشد یک نفر دیگه است. در دنیای بزنس و تجارت اگر شما متوجه باشین، ما انواع مختلف مشتری ها را می داشته باشیم. یک مشتری است که همیشه از پیش ما اشیا را خریداری میکنه، یک مشتری بسیار سابقه داری ما هستن، و یک مشتری است که مثلا مای 3-4 دفعه میای، و یک مشتری است که یک دفعه اگر در مای یک دفعه بیای. پس یا با هم تفاوت داره. اگر ما مشتری خود را کتگورایز کنیم، در تاپ کتگوری که هستن مشتری که همیشه از پیش ما خریداری میکنه، او میایه. در میدم یا در لیول متوسط که هستن، میدین لیول که هستن، ای که هست مشتری که مثلا در مای 2-3 دفعه میایه، و در لور لیول کتگری که هستن مشتری که فقط ما یک دفعه می از پیش ما خریداری میکنه، او میایه. فرض مثال ما یک سی پی او را میفروشم، به طور مثال یک سرویس پروواید میکنم، مثلا کویک بوکس کنسلتیشن، با مردم عام که هست من 3000 افغانی از هر نفر میگیرم به طور مثال. وقتی که مشتری همیشگی ما میایه، ما از این قیمت استانداردی که به مشتری عام ما شما هستن، به مردم عام هستن، 15% بر از او مثلا تخفیف میتیم، از اون پول اصلی که کم میگیریم از مشتری همیشگی ما. اگر اون مشتری که مثلا در لیول متوسط است او میایه، بر از او 10% پول کم میگیریم از اکچوال پرایس ما، قیمت اصلی. و از مشتری سوم ما که در طبقه در لوور میایه، اگر او میایه، بر از او ما 5% تخفیف در نظر میگیرم، و یعنی 5% از اون اکچوال پرایس که است کمتر میگیرم. با مو شکل اگر ما مثلا بفهمیم که زیاد و کم بگیریم، ای تمام کارا را ما شما میتونیم که با استفاده کماند پرایس لیول لیست انجام بدیم. خب زیاد صحبت نمی کنم، میایم پرکتیکل سر ازی کار میکنم. اول میایم در پرایس لیول لیست، من روی ازی کلیک میکنم، وقتی که را کلیک کردین فعلا هیچ لیست ندارم، رایت کلیک میکنم یا نیو انتخاب، اینجا میایم در پرایس لیول لیست نیو انتخاب میکنم، یا زیر نیو یا کنترل ان کلیک میکنم،
که صفحه دیگه باز میشه که از این طریق ما میتونیم پرایس لیول لیست جور کنیم. ما یک پرایس لیول لیست جور میکنم، میگم نام میتم هر چیزی که نام میتین، من نام میتم بدل خودم تاپ کاستومرز. صحیح شد؟ یک پرایس لیول لیست جور میکنم، نام میتم برش تاپ کاستومرز. و در پالویش که از داش میتم میگم 15% دیسکاونت، ای را برش جور نوشته کردیم. میگم مشتریایی که ما او را مارک کده باشم از تاپ کاستومری ما، برای او باید 15% تمام خدماتی که ما میتیم از مو اکچوال پرایس کس قیمت کم گرفته شد، یعنی پول کم گرفته شد از اون نفر. خب برای ما میگه در چی میخوای تو به اساس پر آیتم میخوای که مثلا قیمت ست کنی یا فکس میکنی؟ میگم نه، به اساس پر آیتم میخوام که تمام آیتم های ما نیست که ما در اونجا جور کردن در آیتم لیست. میگم کل سیر مارک میکنم، اگر این مشتری ما که ما او را از تاپ کاستومر از طریق پرایس لیول لیست او را مارک کردیم، این میای از پیش ما خریداری میکنه، از این قیمت ها 15% پول کم گرفته شوازی، دسکاونت داده شو برش. خود اینجا شما ذکر میکنین چند فیصد دسکاونت داده شو؟ میگم 15% بر از این نفر ما دسکاونت داده شو. 15% 15% کم گرفته شو یا پول زیاد گرفته شو؟ میگم نه، از این استاندارد پرایس که اینمی استاندارد پرایس تا 15% چی شو؟ لوور، کم گرفته شو. خب بعد از او ارجست کلیک میکنیم، وقتی که ارجست گفتیم شما ببینین اینمی نفر 2200 افغانی، اینمی سرویس آیتم ما، شما فرض مثلا یک دیگر انتخاب میکنیم، اینمی کویک بوکس دستاپ ترنینگ 5500 افغانی بود. وقتی که 15% از این مثلا کم شوه 4675 افغانی میشه. 2200 افغانی بود، 15% از این کم شوه 18070 افغانی میشه. پس به این معنی که مشتری هایی که در تاپ کتگری ما شما میایه، پرایس لیول لیست از تاپ کستومر است، اینمی قیمت هاست پیشش گرفته میشه. و اونایی که هیچ در پرایس لیول لیست ما شما نمیایه، نرمال کستومر ما شما است، از امو اینمی ستندر قیمت ها گرفته میشه. بعد از اون من اوکی کلیک میکنم، اوکی را که کلیک کردم شما ببینین یک دانه پرایس لیول لیست امرای ما شما جور شد و نام از تاپ کستومر 15% دسکاونت. دیگه جور میکنم، میایم در اینجا رایت کلیک کردم، نیو انتخاب کردم، باز میگم که میدیم لیول، خب MDED نوشتم، لیول کستومرز، صحیح شد؟ و فاصله میتم داش فاصله میگم 10% دسکاونت. از یه چند فیصد دسکاونت است؟ 10% دسکاونت است. تمام آیتم ها را مارک میکنم و میگم که 10% لور بگی از امی ستندرد پرایس. ارجست کلیک میکنم، این شما ببینین 1100 بود، 10% که کم شوه 990 افغانی میه. بعد از اوکی کلیک میکنم، صحیحستا. و دیگهش کس میم نیو، دیگه یک نیو انتخاب میکنم، یک پرایس لیول لیست دیگه را جور میکنم، نوشته میکنم که لور لیول کستومرز، صحیح شد. و ایرا داش فاصله میتونم میگم 5% دسکاونت. و تمام آیتم ها را، سرویس آیتم ها را، یا تمام آیتم هایی که آیتم لیست که هست همراه ماشون مارک میکنم، میگم 5% بر ازی لور بگی از ستندر پرایس. بعد از اوکی کلیک میکنم، شما بین سه دانه آیتم لیست همراه ما شما جور شد، 5% یکیش هست، دیگهش 10% دیگهش که هستن و 15%. اینمی رایت کلیک میکنم، ادیت میکنم، بخاطر ازی که جا تاپ لیول نوشته نکنم، تاپ لیول کاستومر نوشته نکردیم، به خاطر از اینکه زیاد نوشته کرده نمیتونم دیگه نوشته را کم میکنم، تاپ لیول کاستومر و 15% دسکاونت، اوکی کلیک کردم. با مو شکل یک دانه پرایس لیول لیست دیگه را جور میکنم، رایت کلیک میکنم، نیو انتخاب میکنم، و این نام میتم نارمل کاستومرز، صحیح است، 0% دسکاونت. تمام آیتم ها را انتخاب میکنم، میگم در اینجا میگم که کسایی که در نارمل کستومر میایه 0% then lower than standard price، ارجست کلیک میکنم، یعنی به این معنی 0% از این کم شوه یا زیاد شوه فرق نمیکنم، این حالی و 0% که کم شوه و نمو خود اصلی پرایسش هم میاره. بعد از اومد چی میکنم؟ اوکی کلیک میکنم. وقتی که اوکی کلیک کردم شما ببینین پرایس لیول لیست آخری ما که به نام از نارمل کستومر است 0% دسکاونت داره.
خب وقتی که ما آلی شما ببینین، ما چی میکنم؟ میایم در اینجا یک مشتری را انتخاب میکنم، مثلا آریا دلتا. آریا دلتا را اگه آلی ما یک انوایس جور میکنم، مثلا آمدم در اینجا در نیو ترانزکشن انوایس برازی جور میکنم. انوایس که ما جور میکنم، مثلا میگم که برازی ما یک انوایس جور میکنم از چی؟ میگم که از کویک بوکس دستاپ ترنینگ. قیمت چقدر است؟ 5500 افغانی برای ما انتخاب میکنم. متوجه هستین؟ 5500 افغانی. وقتی که ما این را کلیر کنم، بعد از اون ما بیایم اینمی آریادلتا را انتخاب کرده بودم، چی بود؟ آه ایتوزاید بود. اینمی را دوال کلیک کنم ما و بیایم در بخش پیمنت سیتنگ، در اینجا پرایس لیول لیست چی انتخاب کنم؟ تاپ لیول کستومر انتخاب کنم و بعد از اوکی بگیم. حالا اگر ما بیایم در اینجا در نیو ترانزکشن انوایس انتخاب کنم، برازی انوایس چی را انتخاب میکنم؟ میگم که اونمو سرویس آیتم که کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ بود. سابق 5500 برای من نشان میده، حالا چند نشان میده؟ 4675. اگر ما چی کنم؟ این مشتری دیگه ایم آره دلتا، ای را دبل کلیک کنم، در پیمنت سیتنگ ازی برم برازی که از 10% انتخاب کنم، اوکی کلیک کردم و به مو شکل در انترکانتینتال بیایم ای را دبل کلیک کنم، در پیمنت سیتنگ ازی برم بگیم که 5% و به مو شکل این مشتری دیگه ایم که بنامی سید راشد است، برازی در پیمنت سیتنگ برم پرایس لیول لیست چی نارمل انتخاب کنم. اینال شما تفاوت ببینیم. اگر ما بیایم باز در کجا؟ در مینوی کستومرز بیم، در کریت انوایس. اگر یک دفعه ما مشتری چی را انتخاب میکنم، مثلا نارمل سید راشد انتخاب کردم، سیست سید راشد انتخاب کردم، در اینجا در آیتم آمدم، میگم برازی ما چی سرویس میتونم؟ میگم کویک بوکس دسکتاپ ترنینگ، 5500 افغانی سی میگیره. اگر ما این را کلیر کنم، بیایم بجای از ای تو زد انتخاب کنم که برازی 15% دسکاونت ما گفته بودیم، آلی سیل کنید شما چقدر قیمت نشان میده؟ 4675. و اگر ای را انتخاب کنم، آریا دلتا را انتخاب کنم، برازی 10% دسکاونت میدن، 4950. و اگر ما انتخاب کنم انترکانتیننتال هتل، 5% دسکاونت برازی میدن، 5225 افغانی. دیگه ای بود دوستان طریقی جور کردن و استفاده پرایس لیول لیست که با مشتری کار میکنه. خب در درس روزی بعدی انشاءالله ما شما روی قسمی که پیشتر صحبت کردیم بلینگ ریت لیول لیست صحبت میکنیم انشاءالله.